الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز تلویزیون ترو، علاقمندان برنامه سیام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر کجایی که هستین امیدوار هستم به صحت و عافیت باشین و از این ماه پرفیض و پربرکت استفاده مزید بکنین و خداوند متعال جل و علا شانه طاعات و عبادات همه ما و شما را قبول درگاه خود قرار بده. باز هم من محمد اصغر وکیلی پوپلزایی با مهمان خیلی ها عزیز خود استاد غلام الدین کلانتری مشاور وزارت ارشاد حج و اوقاف در خدمت شما عزیزان قرار دارم. سلام علیکم جناب استاد، شما را به برنامه خوش آمدید میگم. زنده باشید، سلامت باشید. بیننده های عزیز، قسمی که شما در جریان هستین برنامه سیام، برنامه فقهی و معلوماتی هست و پاسخ به سوالات دینی شما. شما میتونین که سوالاتی که دارین را با خط ارتباطی 86-56 تماس بگیرین، زنگ بزنین، پیام بگذارین و سوالاتی که دارین را مطرح بکنین و همچنان میتونین به خاطر پیام های صوتی تان 456 هست، شما سوالاتی که دارین میتونین که در 456 تماس گرفته پیام بگذارین، ما پیام های شما را میخوانیم و سوالاتتان را از استاد پرسان میکنیم. امیدوار هستم او کسایی که روز گذشته سوالات را مطرح کرده بودند امروز بیننده برنامه باشند و سوالات پاسخ سوالات خود را دریافت بکنند. جناب استاد، سخی احمد از هرات تماس گرفته بودند و سلام تقدیم کردند بر شما و گفتند که کسی که صدقه فطر را فراموش بکنه چی حکم داره؟ یک بخش سوالشان بود و بخش دوم سوالشان این بود که اگر در جریان ماه مبارک رمضان یک حیوان را، گاو یا گوسفند را صدقه کرده باشیم، آیا این صدقه فطر ما به این حساب میشه یا نمیشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت همکاران، خدمت بیننده های محترم. علیکم السلام و رحمت الله. ما که در دهه دوم رمضان رسیدیم، امیدوار هستم که در این دهم خداوند توفیق نصیب کنه که روزی خوب بگیریم، انشاءالله روزی با اخلاص داشته باشیم و بتانیم عبادت خدای متعال انجام بدیم. طبعا صدقی فطر علما، نظر علمایی است که با فرارسیدن روز عید صدقی فطر واجب میشه و قبل از این مستحب است که پرداختش مستحب است. وقتی که روز عید میشه، قبل از رفتن به نماز عید صدقه فطر باید پرداخته شود. اگر کسی در این مدتی را نمیپردازه، فراموش میکنه یا به مشکلی مواجه میشه، بالاخره بعد از نماز عید هم حتما باید بپردازه. یعنی پرداختش حتمی باید بپردازه. ولی در جریان رمضان اگر کسی گوسفند میکشه، گاو میکشه، بالاخره ایره حساب میکنه صدقه فطری، صدقه فطر نمیشه. صدقه فطر یک مال مشخصی است که با نیت مشخص، نیت صدقه فطر، همون مقدار معین صدقه فطر مشخص شود و فقیر و مسکین پرداخته شود. و چون فلسفی هم که در حدیث گفته میشه ای است که فقرا در روز غنی شوند، به فقر خود باقی نمانند. یعنی فقیرات دیگه در روز عید، در روز عید هم فقیر نباشند که سر سفرهشان نان نباشه. به این خاطر اون وقت معین پرداخته شود، این بهتر است و واجب ادا می شود. این که در جریان رمضان ما مثلا گوشت توزیع کنیم، گوی بکشیم، این در جمله صدقه فطر حساب نمی شود. درست، تشکر. جناب استاد، خواهر ما رخسار از خیرخانه تماس گرفته بودن، سلام برای شما تقدیم کردن، گفتن که خانم کاکایشان شوهرشان فوت کرده، یعنی امو کاکایشان وفات کرده، خانم کاکای یک مقدار پولی را داره که از او پول طلا و موتر خریداری کرده و سرشان کار میکنه و همچنان اینا اولاد صغیر هم دارن. حالا گفتن زکات بالایی از اینها میشه یا نمیشه؟ ولی زکات وقتی به حد نصاب میرسه، این زمانی است که به این آدم، به صاحب حد نصاب، کسی که مالک نصاب زکات میشه، به این غنی گفته میشه. بله. غنی یا ثروتمند. غنی حدی که برش علما تعیین کردن یا تعریفی که علما دارن این است که یک کسی خانه داشته باشه، مصارف خود پرداخت کرده بتونه مصارف داشته باشه، پول صلاح خود داشته باشه، صلاح داشته باشه، مرکب داشته باشه، خادم داشته باشه، یعنی زندگیش زندگی از مایحتاج روزمرهش بله بیشتر باشه. این خودی میفهمه که آیا این غنی گفته میشه یا نمیشه. این خانم کاکاش، در حالی که کاکاش فوت کرده، خداوند مغفرت کنه، ولی آیا اینمی کسایی که از این ماندن، بازماندایی
در حد غنی است یا تعریف غنی به او تطبیق میشه یا نمیشه، بله. چقدر پول دارن، مایحتاجشان رفع شده نشده. اگر مایحتاجشان رفع شده باشه دیگه احتیاجی نداشته باشن، پول بالاتر از حد نصاب داشته باشن، از ببخشی از مایحتاجشان داشته باشن که به حد نصاب برسه. حد نصاب هم 85 گرام طلا معادل او به قیمت افغانی است و یک سال به این پول سپری شود، میتونه که زکات بده. سپاس. برادر دیگه ما از خارج از کشور پیام گذاشته بودند برای ما، امیدوار هستم که برنامه را بیننده باشند و هر کجایی که باشند صحت و عافیت باشند. اونا پرسیده بودند که اگر اندک وضاحت داده شود در رابطه به این که آیا میتونیم که زکات مال را برای اشخاصی که فقیر نیستن هم بپردازیم، یا ای که کسی که با پول زکات حج میره یا عروسی خود را میکنه اینا توانمند هستن، برای فقرا باید داده شود یا برای کسی داده شود که یا به این مشکلات خود رسیدگی کرده بتونه؟ بسیار خوب. اولی کسی که از کشور دور تماس میگیره و دغدغه پرداخت زکات داره، این احساساتش قابل قدر است، خداوند برشان اجر بده، کار بسیار خوبی است. و زکات وقتی کسی میپردازه، زکات واجب میشه، این زکات میپردازه، مصرف زکات که در کجا پرداخته شود در قرآن مشخص است. بله. همو 8 طبقه یا 8 صنف قشری است که در قرآن کریم آمده. بله. که یک مؤلفت القلوبش در موردش حالا ما بحث داره که حالا مؤلفت القلوب است یا نیست، ولی 7 طبقه دیگه یا 7 صنف دیگه. صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. این زکات به نمی کسا باید داده شود. بیشتر از 7 صنف دیگه زکات پرداختش جایز نیست. هرچند در قسمت فی سبیل الله علما بحثایی دارن که آیا خدمات عامه، مثلا ساختن یک شفاخانه، ساختن یک مکتب، اینا در جمله فی سبیل الله میانه، او بحث جداگانه است. ولی می 8 صنف داده شود که فقرا و مساکین از جمله می 8 صنف است یا 7 صنف است، 7 طبقه. ولی که به این آدم داده شود که فقیر باشه، حکم فقیر به این باشه، مشکلات اقتصادی داشته باشه، فقیر و مسکینه که تعریف میشه، اگه یه آدم همین پول زکات میگیره، مثلا غذا نمیخوره و اولاد خود لباس نمیخوره، میره یک موتر میخوره که سری کار کنه، این مشکلی نداره. یا همی جا میگیره عروسی فرزند خود میکنه، همین پول میگیره به حج میره. هرچند حج باید قبل از رفتن حج مایحتاج زندگی و نیازمندی های زندگی باید مرفوع شود. سپاس جناب استاد، یک وقفه داریم، دوباره برمیگردیم. بیننده های عزیز، پس از وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم، با ما باشین. با سلام مجدد خدمت اوید از دوستایی که همین اکنون با ما پیوستند. برنامه سیام هست و شما میتونید که سوالاتتان را به 8656 تماس بگیرین و مطرح بکنین، استاد بزرگوار برتان جواب میدن و همچنان شما میتونید که پیام بگذارین به 8656. ما پیام های شما را میخوانیم، سوالاتتان را پاسخ میدیم و همچنان به خاطر پیام های صوتی تان 456 هست، شما میتونید که پیام صوتی بگذارین، سوالاتی که دارین را مطرح بکنین تا استاد بزرگوار برتان جواب بدن. جناب استاد، قبل از وقفه سوالی با شما باقی مانده بود. بله. یک تعداد کسایی هستند که مالک نصاب نیستند که زکات به او واجب شود، ولی زکات گرفتن برایشان جایز نیست. بله. یعنی اگر کسی زکات برایشان میپردازد، گرفتن زکات برایشان جایز نیست. او کسایی است که نیازمندی های زندگیشان مرفوع است. بله. یعنی در نیازمندی های زندگیشان کدام مشکل ندارند، ولی به حد نصاب دیگه نرسیدن که خودشان بله. زکات بپردازن، به اینا پرداخت زکات جایز نیست. سپاس جناب استاد. یک تماس داریم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. کی از کجا تماس گرفتین؟ بله. بله. متاسفانه تماس خواهر ما قطع شد. جناب استاد، در رابطه با اینکه گفتیم به چی کسای زکات داده شوه. بله. درست است. عرضم همی است که عرضمی است که یک کسی که همقدر دقت میکنه که زکات مال خود بیرون بکنه، حساب بکنه، بیرون بکنه که زکات مالی باید به دقت پرداخته شود و به دقت انتخاب شود، به اون اندازه در مورد که به چه کسی زکات میده دقت بکنه. بله.
که امی هفت سنفی که در قرآن کریم است از این هفت سنف بیرون نشوه. مثلا فقرا در حد اول است، فقرا، مساکین، مسافرا، بالاخره مجاهدین فی سبیل الله، هشت سنفی که در قرآن کریم است. و کوشش بکنه که با نمود دقت افراد فقیر و افراد مسکین تشخیص بکنه و زکات خود به اونا بپردازه، تا اون فلسفه زکات که هست، فلسفه از یک طرف خودش که ثواب میبره از پرداخت زکات خود، ولی فلسفه زکات هم متحقق شوه که مسکین و فقیر و بیچاره از اون حالت بیچاره که خود تا حد بیرون شوه. بله، سپاس جناب استاد. برادر ما از چهار قلعه چهارده تماس گرفته بودن، سر یک حاجی صاحب بسیار جاد قهر بودن و خشمگین، گفتن که یک حاجی صاحب است که غیر از یک معامله کردن به امرایشان، غیر از دروغ و وعده خلافی چیز دیگه از پیشان نمی بینن. گفتن که از استاد پرسان بکنین که چی حکم داره. خب دروغ دیگه حکم معلوم است، ولی من میخوایم یک چند کلمه عرض کنم. بله. که در کشور ما خیلی شنیده میشه که فلان آدم وقتی که حج که بعد از حج آدم ظالمی شد، آدم بیرحمی شد، بالاخره آدمی شد که دیگه کار خوب انجام نمیده. متاسفانه زیاد شنیده میشه. بله. عرض من این است که حج اموتو که در روایات میگه کسی که حج میکنه و حج بشارتش ادا میده، بالاخره ادا میکنه، کارهای انجام نمیده، مستی است که از مادر نو زاده شود. به این معنی که دیگه گناهش هم بخشیده میشه. از یک طرف ده حج گناه بخشیده میشه، از طرف دیگه حج به خاطر خودسازی است که این آدم ساخته شود که او کسی باشه که قبل از حج تو نبود. بله، وقتی که برمیگرده باید دوی توبه کرده باشه. جناب استاد میبخشین، یک تماس داریم، دوباره برمیگردیم به سوالا. بله، سلام علیکم، بفرمایید کی از کجا تماس گرفتین؟ بله بله بله، متاسفانه تماس. سلام علیکم. بله، علیکم السلام و رحمت الله، کی از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم. علیکم السلام، میشنوم، بفرمایید کی از کجا تماس گرفتین؟ علیکم السلام و رحمت الله، کی از کجا تماس گرفتین؟ ما شبکی تماس گرفتین، از شبکی تماس گرفتین، بچه من عروسی های بیشه، از قرآن از این مشاله که دفتر عروس داماد میگره، در کسطا بسیار تیز میشه، 10 سال 20 سال، یه نال آدم که کسطا را بسوزانه، که کسطا او گناه نداره. سپاس، شما بیننده باشین مادر جان، استاد برتان جواب میتن، تشکر از تماستان. بله استاد مهربانی، وقتی کسی حج میره به خاطر میره دوی توبه کنه، از گناه خود نادم پشیمون شود، بالاخره به خدا عذر و معذرت بکنه، تضرع بکنه تا خداوند گناه قبلیش بیامرزد. بله. وقتی که برمیگرده یک آدمی باشه که تا حدی ساخته شده باشه، آدم پاک باشه، آدم پرهیزگار باشه، دیگه دست به کار قبلی نزنه. یعنی تقاضای جمعی است. بله. همین علت است که ما در کشور ما، در معاشرت روزمره ما، در عباد مختلف زندگی ما، آثار حج بیشتر نمیبینیم متاسفانه. ما سالانه 30,000 نفر به حج از کشور ما میره و حج میکنن برمیگردن، ولی آثاری رو ما نمیبینیم. داله که عبادات از خود علاوه که تقرب به خداوند از و خداوند رو میپذیره و خداوند ای را اجر و پاداش عطا میکنه، ولی آثار مخصوص هم باید داشته باشه. مثلا یک کسی نماز میخونه باید از منکرات دوری کنه، یک کسی زکات میده دیگه او کسی را فریب نمیده که یک آدم فریب بده مالش بگیره باز از زکات بپردازه، یک کسی روزه میگیره باید در برابر کل ناملایمات دیگه مقاوم و صابر باشه، یک کسی که حج میره دیگه وقتی از حج برمیگرده آثار حج باید دیده شوه. و ای که کسی از حج میاد و کارهایی که دوست ما گفتن انجام میده، خداوند هدایتشان بکنه. استاد، یک خواهر دیگه ما استاد تماس گرفته بودن، متاسفانه این روز قبلی که ما فراموش کردیم، امیدوار هستم که برنامه را بیننده باشن و پاسخ سوال خود را دریافت بکنن. نادیه جان از کابل گفتن که من میخوایم که نام دخترک خود اصلهان بگذارم، مشوره شما را میخواستن که آیا درست است این نام گذاشتن یا نه؟ بله، من دقیقا معنی را نمیفهم که چی معنا داره. بله. ولی در اسلام یک سلسله قواعدی است به نامگذاری. قواعدی است که اول نام گذاشته شود که صادق ترین نام باشه. مثلا پیغمبر اسلام میگه که احسن الاسما عبدالله و عبدالرحمن، و اصدق الاسما یعنی صادق ترین نام ها حارث و حمام. نام صادق است. و قواعدی است که وقتی کسی نام میگذاره با قواعد شرعی تضاد نباشه، بار معنایش شرکامیز نباشه، مثل عبدالرسول و عبدالفلان عبدالفلانی که پا نباشه، و
کدام مخالفت جدی به شریعت نداشته باشن میتونه که نامه بپنن. سپاس جناب استاد. بیننده‌های عزیز، پس از یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. با ما باشید. دوباره خوش آمدید میگیم شما را به ادامه برنامه سیام. استاد غلام الدین کلانتری با ما هستن و پاسخ به سوالات دینی شما میتن. جناب استاد، قبل از وقفه پاسخ ما کامل نشد. بله. میخواستم که تکمیل بله. شود. بحث ما روی نام بود. بله. نام بود، عرض کردیم که نام یک سلسله قواعد داره که مخالفت به شریعت نداشته باشه، نام کفار نباشد، به خصوص نام بزرگان کفار. و خیلی متاسفانه که تقلیدم از نام بزرگای کفار رواج پیدا کرده که نام عجیب و غریب مونده میشه. بله. استاد میبخشین، دوستای تکنیکی تماس گرفت، اشاره میکنن که یک تماس تلفنی داریم. بله بفرمایین. سلام استاد، خدمت شما، خدمت میمان عزیزم. علیکم السلام و رحمت الله. از ولایت سمنگان به تماس شدیم، فراد هستم. بله بفرمایین فراد جان. دیگه استاد محترم، خواستم امی حج عمره. بله. آیا کسایی که حج عمره میره فعلا یکی داده جوانا دوستا مگی به طرف حج عمره زیاد رجوع کرده، آیا حج عمره میتونه که جایگاه حج فرضی رو بگیره؟ و دوم کسایی که حج عمره میره برای از اینا حجی گفته میشه یا نمیشه؟ تشکر، زنده باشه. تشکر، شما بیننده باشین، استاد برتان جواب میتن. سپاس از شما. بله استاد مهربانی. و پیغمبر علیه السلام خیلی کسا را وقتی که پرسان میگه نامتون چیست، نامش که مخالفت با شریعت میداشت نامش تغییر میداد. زیاد است چون وقت فرصت توضیح نیست. بنابراین کوشش شوه نام ساده باشه و یک نام اسلامی باشه که کسی که نام هم سری گذاشته میشه معنای نام خدا دقل بفهمه که معنای نام ما چیست. این خواهر من ببینه که اگر معنای نام این دخترشان معنای خوبی بود ادامه بده، اگر معنای خوب نبود تغییر بده، مشکل ندارد. سپاس جناب استاد. جناب استاد، یک خواهر ما از شیوکی تماس گرفته بودن، گفتن که قرآن شریف که در روز عروسی بالای عروس داماد گرفته میشه دلی. و بعدها اگر میخواین که امو فلما را بسوزانن یا در بتن یا اوسو پرتن هر قسمی که شوه، آیا این گناه نداره چون در فلم قرآن شریف هست که بالای عروس داماد گرفته شده؟ اولی که خود گرفتن قرآن شریف در این جایگاهی نداره، نه ثوابی داره، نه فضیلتی داره، نه اجری داره، نه پاداشی داره، هیچ، نه برکتی داره. به خاطر که عروسی مشخص است که ما در اسلام عروسی ما چگونه بوده. قرآن به خاطری نیامده اصلا که در وقت عروسی ما ایره به سر خود بگیریم از دیری بگذاریم. قرآن به خاطری نامده، قرآن به خاطری آمده که هدایت انسان باشه، روش زندگی انسان مشخص بکنه. به خاطری آمده که به ما قانون بده، ما در پرتو قرآن زندگی خود تنظیم بکنیم، بر رفاه و سعادت و آسایش و زندگی خوب برسیم. قرآن به خاطری از نهی که ما از تاقی رو پاهان کنیم، سر عروس بگیریم، شب عروس شاه بگیریم، وقتی او گذشت باز دوباره به تاق بگذاریم تا وقتی که فرزند روی عروسی کنه. بله. قرآن به خاطری اصلا نیامده، این کارا نه تنها که ثواب نداره که گناه داره، به قرآن تمسخر صورت نگیره و این که فلمش سوختانه میشه نمیشه، هیچ گپی نداره. ولی خواهش ما این است که قرآن به خاطری مسائل نیامده، علت نزول قرآن باید مشخص شه که قرآن به خاطر چی آمده. بله بله. خواهر دیگه ما جناب استاد از کارته نو به نام رونا پیام گذاشته بودن، گفتن که من یک معلمه هستم و بیوه هستن، گفتن که 4 طفل دارن و امیقدر درآمد دارن که میتونن تنها امو غذا و نان امو 4 طفل تهیه بکنن. گفته آیا من کسی میتونه که بر من زکات مال خدا بده؟ اگر زکات کسی بر من میده، زکات بالای من میشه که بتن؟ خب معلومه که معلوم است که امو یک اصطلاح عام است که قوت لایموت. بله بله. معلم ها زندگیشان خود لایموت است، بخور و نمیر است. بله بله. و امو قدر حقوق میگیره که شاید اگر در یک ماه غذا شود اما دیگه لباس نمیشه. بله بله. بنابراین میشه که زکات برای بدن، مشکل نداره. معلم ها در جمله فقرا هستند. بله بله. واقعا که بسیار خدمت میکنن، بسیار زحمت میکشن، اما متاسفانه که برشان توجه بله. نمیشه، چون هر چی که هست اگر ما امروز هستیم از برکت اونمو معلمین هستیم که بالای ما زحمت کشیده بودن، درس دادن و امروز ما از برکت دستای مبارکی از اونها به اینجا رسیدیم. امیدوار هستم که تا حکومت و
حکومت مدارات توجه جدی بکنن به حال معلمین ما، که دیگه این قسم ما سوال را نداشته باشیم از معلمین، بلکه اونا کسایی باشن که بتانن زکات مال خود را بر دیگران بپردازن، نه یکی منتظر زکات بمانند. جناب استاد، برادر دیگه ما به نام فرهاد جان از سمنگان تماس گرفته بودن، گفتن که کسایی که به عمره میرن آیا جای حج فرضی را میگیره یا نمیگیره، یک مسئله، و دوم دیگه کسی که به عمره میره آیا لقب حاجی را برش داده میتونیم؟ یعنی معمولا در کشور ما در نوشته هم آدم میبینه، در حرف هم میبینه که حج یا عمره میگن. بله بله. داله که حج یک چیز جدا و عمره عمر یک چیز جدا. حج یکی از فرایض و یکی از ارکان دین است که سالانه یک بار رو انجام میشه، ادا میشه. عمره سنت است، هر وقت سال میتونی، غیر دو سه روزی که کراهت داره دیگه، هر وقت سال میتونی به عمره بروی. و حج تقریبا مناسکش در پنج روز کمتر زیادتر انجام میشه، ولی عمره همه کارهایی که میکنی طواف و سعی دو ساعت تمام میشه. بله بله. یک، و حاجی گفتن در اصل اصلی نداره اصلا. وقتی ما نماز میخونیم به ما گفته شده نماز خوان صاحب. بله. وقتی که ما روزه میگیریم به ما گفته شده روزه دار صاحب. وقتی که کسی زکات میده به گفته شده زکات دهنده صاحب. که وقتی کسی حج میکنه به حاجی گفته شده. بله. اصلا خود گفتن حاجی اصل و بنیادی نداره. یک چیز اضافی است که کشور ما متاسفانه رواج پیدا کرده. و کسی که عمره میکنه، عمره به هیچ صورت جاگزین حج نمیشه و فرض ادا نمیکنه. سپاس جناب استاد. بیننده های عزیز، این بود برنامه امروز. تا فردا شما را به الله بی‌نیاز می‌سپارم. خدا نگهدار.